أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند خداوند اعمالشان را نابود می کند و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شده و همه حق است و از سوی پروردگارشان نیز ایمان آوردند خداوند گناهانشان را می بخشد و کارشان را اصلاح می کند. این به خاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند و مؤمنان از حقی که از سوی پروردگارشان بود تبعیت نمودند. این گونه خداوند برای مردم مثلهای زندگی آنان را بیان می کند و هنگامی که با کافران در میدان جنگ روبرو شدید گردنهایشان را بزنید و این کار را همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید. در این هنگام اسیران را محکم ببندید، سپس یا بر آنان منت گذارید و آزادشان کنید یا در برابر آزادی از آنان فدیه بگیرید و این وضع باید همچنان ادامه یابد تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد. آری برنامه این است و اگر خدا می‌خواست خودش آنها را مجازات می‌کرد، اما می‌خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمی‌برد. به زودی آنان را هدایت نموده و کارشان را اصلاح می‌کند و آنها را در بهشت جاویدانش که اوصاف آن را برای آنان بازگو کرده وارد می کند. کسانی که ایمان آورده اید، اگر آیین خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گامهایتان را استوار می دارد و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان و اعمالشان نابود باد. این خاطر آن است که از آنچه خداوند نازل کرده کراهت داشتند، از این رو خدا اعمالشان را حبط و نابود کرد. یا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟ خداوند آنها را هلاک کرد و برای کافران امثال این مجازات ها خواهد بود. این برای آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، اما کافران مولایی ندارند. خداوند کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغهایی از بهشت می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که کافران از متاع زود گذر دنیا بهره می گیرند و همچون چهار پایان می خورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست. و چه بسیار شهرهایی که از شهری که تو را بیرون کرد نیرومند تر بودند، ما همه آنها را نابود کردیم و هیچ یاوری نداشتند. آیا کسی که دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد همانند کسی است که زشتی اعمالش در نظرش آراسته شده و از هوای نفسشان پیروی می کنند؟ صیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چنین است: در آن نهرهایی از آب صاف و خالص که بدبو نشده و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته و نهرهایی از شراب طهور که مایه لذت نوشندگان است و نهرهایی از عسل مصفا است و برای آنها در آن از همه انواع میوه ها وجود دارد و از همه بالاتر
آمرزشی است از سوی پروردگارشان. آیا اینها همانند کسانی هستند که همیشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده می شوند که اندرونشان را از هم متلاشی می کند؟ گروهی از آنان به سخنانت گوش فرا می دهند، اما هنگامی که از نزد تو خارج می شوند، به کسانی که علم و دانش به آنان بخشیده شده از روی استهزا می گویند: این مرد الان چه گفت؟ آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از هوای نفسشان پیروی کرده اند. کسانی که هدایت یافته اند، خداوند بر هدایتشان می افزاید و روح تقوا به آنان می بخشد. آیا آنها کافران جز این انتظاری دارند که قیامت ناگهان فرا رسد، در حالی که همکنون نشانه های آن آمده است؟ اما هنگامی که بیاید تذکر آنها سودی نخواهد داشت. پس بدان که معبودی جز الله نیست و برای گناه خود و مردان و زنان با ایمان استغفار کن و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را می داند. کسانی که ایمان آورده اند می گویند: چرا سوره ای نازل نمی شود که در آن فرمان جهاد باشد؟ اما هنگامی که سوره واضح و روشنی نازل می گردد که در آن سخنی از جنگ است، منافقان بیمار دل را می بینی که همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه می کنند. پس مرگ و نابودی برای آنان سزاوارتر است، ولی اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است. و اگر هنگامی که فرمان جهاد قطعی می شود به خدا راست گویند، برای آنها بهتر می باشد. اگر از این دستورها روی گردان شوید، جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع پیوند خیشاوندی کنید. آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خیش دورشان ساخته، گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور کرده است. آیا آنها در قرآن تدبر نمی کنند؟ یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟ تانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است. این به خاطر آن است که آنان به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت داشتند گفتند: ما در بعضی از امور از شما پیروی می کنیم، در حالی که خداوند پنهانکاری آنان را می داند. حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ بر صورت و پشت آنان می زنند و جانشان را می گیرند؟ به خاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم می آورد پیروی کردند و آنچه را موجب خوشنودی اوست کراهت داشتند. از این رو خداوند اعمالشان را نابود کرد. آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است گمان کردند خدا کینه هایشان را آشکار نمی کند؟ و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم تا آنان را با قیافه هایشان بشناسی، هرچند می توانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی و خداوند اعمال شما را می داند. ما همه شما را قطعا می آزماییم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند و اخبار شما را بیازماییم. آنان که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و بعد از روشن شدن هدایت برای آنان باز به مخالفت با رسول خدا برخاستند، هرگز زیانی به خدا نمی رسانند و خداوند به زودی اعمالشان را نابود می کند. ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را
و اعمال خود را باطل نسازید. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند سپس در حال کفر از دنیا رفتند، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید. هرگز سست نشوید و دشمنان را به صلح ذلت بار دعوت نکنید در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و چیزی از ثواب اعمالتان را کم نمی کند. زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید پاداش های شما را می دهد و اموال شما را نمی طلبد، چرا که هرگاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار نماید بخل می ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می سازد. آری شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید. بعضی از شما بخل می ورزند و هر کس بخل ورزد نسبت به خود بخل کرده است و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید و هرگاه سرپیچی کنید خداوند گروه دیگری را جای شما می آورد، پس آنها مانند شما نخواهند بود و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنند.